أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از سوالاتی که در ارتباط با عقاید شیعه مطرح می شود و معمولا از ناحیه وهابی ها این سوال را مطرح می کنند و مؤمنینی هم که مکه مشرف می شوند یا مدینه معمولا مورد اعتراض قرار می گیرن، این مطلبه که میگن آیا نماز و دعا در کنار قبور انبیا و اولیا مشروع است؟ من در کنار این سوال این خاطره را به شما بگم، در مقابل ذریح مقدس پیغمبر بودم، مشغول دعا خوندن بودم، کتاب دعا دست من بود، کتاب دعا را از دست من گرفتن، گفتن که دعا کردن اینجا درست نیست، برو رو به قبله بایست دعا کن، اینجا جای نماز خوندن مثلا نیست، جای دعا نیست، جای عشق ریختن نیست. حالا این از ما هم سوال میکنن، چون معمولا ما در حرم ائمه علیهم السلام میریم، هم نماز میخوانیم هم دعا میخوانیم، در کل این حکم شرعی آن چگونه است؟ این سوالی است که اینجا مطرح می شود. وهابیا در اوائل اینو مکروه می دانستن، بعد کم کم به مرحله من رسید و الان حتی میگن کسی کار رو بکنه این شرکه، چنین ادعایی رو اونها می کنن. حالا ما اینو بررسی کنیم ببینیم که مطلب از چه قراره. اولا مسئله رو ما به قرآن عرضه می داریم. قرآن مجید، نکته اول این است که قرآن مجید به همه مسلمانان سفارش میکند که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، به مسلمانان میگوید که شما برید در نزد مقام حضرت ابراهیم علیه السلام که جای پای مبارک حضرت ابراهیم است، اونجا نماز بخوانید. حتی از نظر فقه ما کسی که حج به جا میاره، طواف واجب به جا میاره، لازم است که این دو رکعت نماز طواف را پشت مقام حضرت ابراهیم بخواند. هرچی هم نزدیکتر باشه بهتر است. خب چرا؟ اینجا خداوند متعال دستور میده که شما اونجا نماز بخوانید. چه فرق میکند بین مقام حضرت ابراهیم علیه السلام که جای پای حضرت ابراهیم است با قبر نورانی پیغمبر اسلام که این مقام است بالاتر؟ چه فرقی میکنه؟ چرا باید من باشه؟ این یک نکته که ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن این اجازه رو میده که کنار مقامات بزرگان نماز خوندن هیچ اشکالی نداره، دعا کردن اشکالی نداره. نکته بعدی این است که طبق روایات ما اون شبی که وجود نازنین و با برکت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن که در دو جای قرآن اشاره به مطلب معراج پیغمبر شده، یکی در سوره مبارکه اسراء همون آیه اول، یکی هم در سوره مبارکه عرشبت که در آیه سجده هم هست، سوره نجم، در اونجا هم این مطلب آمده. حضرت وقتی رفتن به طرف آسمان ها، در اونجا در سه موقف در بین راه حضرت نماز خواندن و دعا کردن. اینا طبق روایات ماست. یکی محل هجرت یعنی مدینه، دیگر اینکه در طور سینا، محلی که وحی بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد، این مقام
این دوتا. سومین جایی که حضرت نماز خوندن در بیت لحم که محل ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده است. خب حتما حضرت اینجا نماز خوندن از یه خصوصیتی برخوردار بوده، خصوصیتش این مقامه، مخصوصا سومی. چه فرقی میکنه محل ولادت یک پیغمبر با محل آرامگاه پیغمبر؟ همونجا که محل ولادتش محترم است، محلی که آرامگاه و اون جایی که جسم مبارک پیغمبر اونجا دفنه، اینم خودش مقامی است. نماز خوندن او کنار اون هیچ اشکالی نداره، هر دو یک منزله است. این نکته دوم. نکته البته در باره حضرت هاجر هم این مطلب هست که حضرت هاجر بین صفا و مروه قدم زده است. چون شخصیت ایشان بالا بوده، محل قدمهای این بانوی بزرگ الان شده عبادتگاه تمام انسانها، تمام مسلمانان تا روز قیامت که حج به جا میارن، این بین صفا و مروه را که هاجر راه رفته قدم زده اینجا را مبارک میداند، میگه عبادتگاه. پس معلوم میشه که اون جاهایی که با بدن بزرگان ارتباط داشته نه تنها عبادت اونجا اشکالی نداره، بلکه عبادت ثوابش بالاتره. نکته سوم، عملکرد مسلمانان است در طول تاریخ. ببینید ابن تیمیه در سنه 800 پیدا شده، محمد ابن عبدالوهاب هم تقریبا 100 سال قبل پیدا شده. اینها آمدن اینو من کردن، اما در طول این 14 قرن مسلمانان کنار حرم پیغمبر می آمدن، نماز می خواندن، دعا می کردن، متوسل می شدن، هیچ کس هم اونها را من نکرده است. خود عمل کرده مسلمانان دلالت دارد بر جواز این کار و اشکالی هم نداره. مثلا همین الان در حرم باصفای پیغمبر پشت منزل ایشان که قبر مطهر ایشان هست، یه سکوی به نام صفه که در داخل اون قسمت به اصطلاح پشت قبر مطهر پیغمبره که فقرا و ضعفا در زمان پیغمبر ما اونجا می آمدن جمع می شدن، بعد حضرت به مسلمانان دستور می دادن که هوای این فقرا را داشته باشن. اون الان به عنوان تبرک میان مسلمانان اونجا نماز می خوانن، که وقتی به نماز می ایستن قبر مطهر پیغمبر مقابلشان قرار می گیره. حالا کسی جرأت داره حتی خود وهابیا بگن اونجا نماز جایز نیست؟ ببینید این مقامه، در جوار قبر پیغمبر نماز خوندن نه تنها اشکالی نداره، بلکه عبادتی است که ثوابش چندین برابره. دعا کردن نه تنها اشکالی نداره، بلکه دعا اونجا در کنار قبر مطهر پیغمبر مستجابه. این هم نکته دیگر. نکته چهارم اینه که خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام ایشان در نزد مسلمانان معلومه که ایشان جگرگوشه پیغمبر هستند. فاطمه زهرا سلام الله علیها معصومه است. فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خداست. مصحف فاطمه معروفه، مگه میشه فاطمه زهرا کاری بکنه خلاف شرع؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف می آوردن کنار قبر عمویشان حضرت حمزه سید الشهدا. بعد از شهادت حضرت حمزه ظاهرا هفته یک روزشان تشریف می آوردن در کنار قبر نورانی حضرت حمزه سید الشهدا، اونجا نماز می خواندن، دعا می کردن و حتی اشکشان اونجا جاری بود. ظاهرا روزای جمعه این کار را می کردن. پس از این که حضرت زهرا این کار را می کردن، این دلیل و
بر جواز نماز خوندن و دعا کردن از کنار قبور بزرگان. نکته پنجم اینه که اینو که دیگه در کتاب‌های معتبر برادران اهل سنت ما این مطلب وجود داره که خب اگر نماز خوندن کنار قبر این بزرگان اشکال داشته باشه، خب ما سوال ما اینه که پیامبر کجا دفن شدن؟ پیامبر در خانه خود دفن شدن. بعد از رحلت ایشان 15-16 سال همسر ایشان عایشه در داخل همون خانه زندگی کرده، در همون خانه نماز خونده، عبادت کرده. خب پس میتونیم بگیم که عبادتاش اشکال داشته؟ کسی تا حالا اعتراض کرده؟ هیچ کسی اعتراضی نکرده. خب اگر عبادت او در کنار قبر پیغمبر درست بوده، پس چرا باید عبادت مسلمانان درست نباشه؟ اینم دلیل دیگری بر این مطلب که نماز خوندن و دعا کردن در کنار قبور بزرگان اشکالی نداره. نکته ششم، من اینا رو میگم که خوب در ذهن دوستان باشه که یک وقتی مواجه شدن یکی دو تا از این ادله را بیان بدارن. نکته ششم اینه که در داخل مسجد الحرام اطراف کعبه یه مقاماتی است. یکیش حجر حضرت اسماعیله، اون دیوار کوتاهی که در کنار حرم خدا، حرم امن الهی وجود داره که مسلمانان وقتی طواف میکنن از داخل حجر نباید برن، از پشت دیوار باید حرکت بکنن. خب چرا از پشت دیوار باید حرکت بکنن؟ به خاطری که حضرت هاجر که از دنیا رفت، حضرت اسماعیل مادرش رو همونجا دفن کرد و بعد دیوار رو کشید که مردم از روی قبر مادرش راه نرن. خود حضرت اسماعیل هم که از دنیا رفت همونجا دفنشون کردن. خب الان یکی از جاهایی که نماز خوندن خیلی ثواب داره، همه مسلمانان عاشقن، منتظرن که امکاناتی فراهم بشود که برن اونجا نماز بخوانن. خب مگر اونجا قبر هاجر نیست؟ مگر اونجا قبر حضرت اسماعیل نیست؟ و طبق بعضی از روایات خیلی بزرگان دیگری هم اونجا دفن شدن. خب کسی میتونه بگه که نماز خوندن اونجا اشکال داره، عبادت اونجا اشکال داره؟ نه. پس از این که همه مسلمانان عاشقانه با علاقه زیاد میرن اونجا نماز میخونن، معلوم میشه که نماز خوندن در کنار قبور اشکالی نداره. هیچ کس هم نمیتواند این مطلب را ایراد بگیره. سوال بعدی که مطرح میشه نسبت به اعتقادات شیعه این مطلب است که سوگواری و گریه بر عزیزانی که از دست رفتن چه حکمی داره؟ ظاهراً یک عده‌ای هستن که اگر عزیزشون از دست بره میگن کسی حق نداره گریه کنه، کسی حق نداره مثلا در سوگ عزیز خودش بخواد سوگواری بکنه. این رو چی جوابی داریم بدیم؟ آیا دلیلی بر مشروعیتش هست یا نیست؟ جوابش این است که ببینید، دین مبین اسلام دستوراتش فطری است، با فطرت انسان برابری میکنه. هر دستوری که شما نگاه کنید کاملا با فطرت پاک انسانی که دست نخورده باشه سازگاره. اگر دستور نماز با فطرت برابره، ولی انسان نیاز به آرامش داره، وقت نماز خون آرام می شود، یعنی مطابق فطرته، روزه گرفتنش مطابق فطرته، زکات دادنش مطابق فطرته. اسلام نه تنها با فطرت مخالفتی نداره، بلکه دستوراتش فطری است. ولذا در این آیه شریفه می خوانیم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. این فطرت الله اشاره به همین داره که دین مبین اسلام دین فطری است. حالا اگر عزیزی از انسان از دنیا بره، مادری پسرش از دست داده،
اصلا کسی چیزی هم بهش نگاه، خود به خود اشک این مادر جاری میشه. خواهری برادرش از دست داده، خود به خود اشک این خواهر جاری میشه. همچنان اگه خواهری از دنیا بره، اشک برادرش جاری میشه. مادر از دنیا بره، اشک پسرش جاری میشه. هیچ کس نمیتونه جلو اشک او رو بگیره. این فطریه. دین مبین اسلام دین فطرته. مگه میشه اسلام من کنه یه امر فطری را؟ اینایی که میان میگن نه حق ندارین شما گریه کنین برای عزیزانتون که از دنیا رفتن، حق ندارین، نه این حق ندارید، این خلاف فطرت انسانی است و اسلام دین فطرته، همچی دستوری نمیده. این دلیل بر این است که این جایزه. ما بیم شواهدی هم در طول تاریخ اسلام داریم از خود پیامبر ما که حضرت اشکشان جاری شد. این نمونه رو من به شما بگم. یک نمونهش اینه که خب فرزندان پسر پیغمبر ما اینا در کودکی از دنیا رفتن. یکی از فرزندان پسر ایشان که از دنیا رفت در کودکی ابراهیم بود که قبرش الان در بقیع هست. ابراهیم وقتی از دنیا رفت پیامبر ما گریه میکردن، اشکشان جاری بود و میفرمودن العینو تدمع، چشم اشک میریزه، والقلبو یحزن، قلب هم محزونه، ولا نقول الا ما یرضا ربنا، ما هیچی هم نمیگیم مگر همون چیزی را که خدا راضی است. یعنی انسان اشکش جاری میشه اما از خدا شکوه نمی کنیم ما هیچ وقت. و انا بک یا ابراهیم لمحزونون، حضرت خطاب میکردن به پسری که از دنیا رفته، میفهمیدن ابراهیم جان ما نسبت به تو که از دنیا رفتی ما محزون هستیم. عبدالرحمن ابن عوف گفت یا رسول الله مگر شما خودتان از گریه بر انبات نهی نکردید؟ زیدن یه جمله از پیامبر شنیده بوده، اینجا آمد به اصطلاح یادآوری کنه که یا رسول الله مگه خودتون از گریه کردن بر انبات نهی نکردید؟ چرا شما اینجا اشک شما جاری میشه؟ حضرت فرمودن من امام از چیز دیگری است، حواست جمع کن. ما باید دستورات دین را همون جوری که هست باید بفهمیم و به دیگران هم بیان بداریم. این جملات را خوب دقت کنید، بسیار مفیده. حضرت فرمودن لا، من نکردم از گریه کردن بر انباد، ولیکن نهیت عن صوتین احمقین و آخرین، من از دو تا صوت که صوت احمقانه است من کردم و از دو تا عمل من کردم. اون دو تا صوت چیست؟ یک صوتی که در اعضای نزدیکتون داد بزنید، یعنی در واقع شکوه کنید به درگاه خدا. من یادم هست در مشهد مقدس یک کسی تصادف کرده بود، از دنیا رفته بود، بنده رو دعوت کرده بودن برای سخنرانی. من وقتی وارد شدم میخواستم وارد حسینیه بشم، دیدم برادر اون بنده خدا داد میزد آی خدا ای چه بلایی بود به سر ما آوردی. بعد منم دیده میگه آقای حیدری چرا اینجوری شده؟ خب چی بگم، حالا اون عصبانی بود نمیشد چیزی بهش گفت. من روی منبر توضیحاتی دادم، اینی که انسان داد بزنه از خدا شکوه کنه، این سخن و این صدا احمقانه است. پیامبر میگه اینو من کرده، نباید این کار بشه. تو حالا رفتی سرعتت باید 60 میبیده، 120 رفتی زدی، تصادف کردی، از دنیا رفتی به گردن خدا میندازی، خواله بدی پشت فرمان نشستی تصادف کردی به گردن خدا میندازی. مگر خداوند متعال نمیگه که حواستون رو جمع کنید؟ این یک صوت، صوت احمقانه است. پس در فاتحه ها، در عزاداری ها برادران و خواهران عزیز گوش بدن ها، داد نزنن، داد و واویلای زیاد نکنن. اشکشان جاری میشه اشکال نداره، گریه بکنن اشکال نداره، اما داد بزنن، شکوه از خدا بکنن، اینو پیغمبر من کرده. این یک صدا. صدای دومی که من کردن چیه؟ صدای دومی که
در این عروسی ها دیدین مطرب و بزن و برخص و بکوب و این سر و صدا ها، اینا رو من کرده پیغمبر. این دو تا صدا که اینا صدای احمقانه است. و دو تا عمل رو هم پیغمبر فرمودن من کردم، که اینم در از دست دادن عزیزانه. یکی این که کسی که برادرش یا خواهرش از دنیا رفته چه کار میکنه؟ ببخشید، میزنه به صورتش، بعد با ناخونای خودش صورتش رو مجروح میکنه. این حرامه، این رو پیغمبر من کردن، این عمل نادرستی است. این یکی دیگر این که دست بندازه به یقش، بکشه یقش پاره کنه، یعنی گریبان چاک کند. این دوتا اینا ممنوعه. منع پیغمبر از این جهته، حضرت فرمودن که اینا رو من کردم. من که گریه مطلق رو من نکردم. گریه یک رفتار عاطفی است که هیچ اشکالی هم نداره. نمونه دیگر برای گریه کردن، جواز گریه اینه که یکی از فرزندان پیغمبر ما به نام طاهر بود که اینم در کودکی از دنیا رفت. حضرت بر مصیبت او گریه میکردن، میفرمودن ان العین تزرف، چشم به اصطلاح گریان است، و ان الدمع یغلب، اشک ریزان است، و ان القلب یحزن، قلبم سوزان است، و لا نعصی الله عز و جل، ولی ما دیگه معصیت نمی کنیم، کاری چیزی نمیگیم که برخلاف رضای خدا باشه. نمونه دیگر باز بری گریه کردن در کنار قبر بزرگان اینه که صفیه دختر عبدالمطلب، عمه پیغمبر ما، ایشان گریه میکرد. مثلا در بعد از رحلت پیغمبر ایشان گریه میکرد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه میکردن، و در جنگ احد وقتی که حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، این صفیه خانم گریه میکرد. پیغمبر ما هم به تبع صفیه گریه میکردن. حضرت زهرا هم که اشاره شد در بحث قبلی گریه میکردن، حتی سر قبر عموشان میرفتن. و وقتی که مسلمانان برگشتن بعد از جنگ احد به شهر برگشتن، پیامبر دیدن که خانه های شهدا همش عزاداریست، گریه میکنند و بالاخره عزاداری میکنند و من نکردم. بعد وقتی آمدن به خانه عموشان حضرت حمزه، دیدن که سر و صدایی نیست، فهمیدن اما حمزه تو فلا بواکیه نه، عموی غریبم حمزه گریه کننده ای ندارد. خانواده های شهدا وقتی این مطلب رو شنیدن، آمدن چیکار کردن؟ همشون جمع شدن در خانه حضرت حمزه، دست جمعی عزاداری کردن برای حضرت حمزه. به این رسم شد که هر وقت مصیبتی بر اونها وارد می شد، اول برای سید الشهدا حمزه برای ایشان عزاداری می کردن، بعد برای میت خودشان عزاداری می کردن. پس این دلیل بر این است که هیچ اشکالی نداره. نمونه چهارم اینه که حضرت جعفر ابن ابی طالب، که جعفر طیار بهش میگن، خب در وقتی که ایشان شهید شد، خبر شهادت جعفر را آوردن، خبر شهادت زید ابن حارثه را آوردن، خبر شهادت عبدالله ابن رواحه را به پیغمبر آوردن، اشک از دیدگان پیغمبر جاری شد و حضرت در شهادت این عزیزان گریه کردن. نمونه دیگر می دانید که پیامبر ما در کودکی مادرشون را از دست دادن. یتیم که به دنیا آمدن، پدر که اصلا ندیدن، مادرشون آمنه هم، خب در بین راه مدینه و مکه ایشون رحلت فرمودن، مادر را از دست دادن. بعد از مدت ها وقتی آمدن سر قبر مادرشون که زیارت کنن، اشک پیغمبر جاری شد، گریه شدیدی کردن. اصحاب هم که دور برشان بودن، ایشان هم همه گریه کردن، گریه عجیب، به شدت گریه میکردن. خب مگه ما میتوانیم بگیم که خدای نکرده پیغمبر به دیگران گفته شما گریه نکنید، خودش گریه میکنه؟
در حالی که پیامبر آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه، پیغمبر اول خودشون عمل میکردن بعد به دیگران میگفتن، تا چیزی را که خود حضرت عمل نمیکردن به دیگران نمیگفتن. این از ویژگی های یک رهبر عادله که دستور خدا را اول خودش انجام بده بعد به دیگران بگه. پس این رفتار پیغمبر دلیل بر جواز گریه کردن در کنار قبور بزرگان است، یا پدر مادر اشکالی نداره. نمونه دیگر، گریه پیامبر بر مرگ یکی از نوه‌هاشونه، نوه‌های دختریشون. نوه طفل کودکی از دنیا رفته بود، حضرت وقتی که خبردار شدن گریه کردن. عبادت ابن صامت از علت گریه پرسید، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ گویا حالت اعتراض داشت. حضرت فرمودن که چقدر جمله قشنگی است، گریه رحمتی است که خداوند در نهاد فرزندان آدم قرار داده است و خداوند فقط بر بندگان عطوف خود رحم می کند. گریه برکات زیادی دارد. گریه انسان را آرام می کند، به خانواده ها تسلیت می دهد، آرامش می دهد. اینم یک نمونه. یک نمونه دیگه هم عرض کنم، بعد علت تحریم اینا چیه؟ چرا میگن گریه کردن کنار قبر بزرگان اشکال داره، یا گریه بر میت مثلا اشکال داره؟ نمونه دیگر اینه که گریه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبره. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه می کردن در فراق پدرشان در وقت رحلت پیغمبر، که شعری هم داره که من یک بیتشو میگن، میگه صبت علی مصائب لو انها، حضرت از خاک قبر پدرشان برداشتند و بویدن، این شعر رو گفتن. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، بر من مصیبت های وارد شد که اگر این مصیبت ها، این مصیبت که مصیبت رحلت پدرم رسول خدا باشه، بر روزگار وارد شده بود، روزها شب می شد. حضرت زهرا گریه می کردن، هیچ کس هم تا حالا اعتراضی نکرده است. حالا چرا اینا من می کنن؟ چرا گریه کردن من می کنن؟ ببینید، یک روایتی رو نقل می کنن از عمر ابن خطاب و همچنین عبدالله ابن عمر، که او این دو نفر میگن که پیامبر فرمودن ان المیت یعذب ببکاء اهله، میت مرده به گریه کردن اهلش عذاب میشه. حالا ببینیم چه معنا داره. اولا ببینید سوال چه ربطی داره؟ میت از دنیا رفته، قرآن میگه لا تزر و وازرتون وزر اخرى، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس را به خاطر عمل کرده دیگری مجازات نمی کنن. چرا او عذاب بشه به خاطر گریه اینا؟ خب اگر اشکالش بشه اینا عذاب بشن. تازه خود عمر ابن خطاب و فرزندش عبدالله ابن عمر در تاریخ داره مراحل زیادی خودشون برای از دست دادن عزیزانشون گریه کردن. سومن که جواب اصلی اینه که این جمله یک روزی در نزد عایشه گفته شد که بله پیغمبر من کرده، عایشه گفت نه، اون چیز دیگری است. روزی جنازه یهودی را که از کنار پیغمبر رد میکردن، یهودی مغرضی بوده، خانوادهش داشتن برای او گریه میکردن، حضرت فرمودن ان المیت لیعذب، این میت که یهودی مغرض باشه این داره عذاب میشه در حالی که خانوادهش دارن برای اون گریه میکنن. یعنی دوتا با هم نمیسازه، این کجا اون کجا؟ اصلا روایت جای دیگری وارد شده. بر فرض که صحیح باشه معنا و محتوای دیگری داره، اما آمدن این رو زدن به اینجا. اینجاست که روایات شناختشان خیلی مهمه. سند رو ما باید درست بفهمیم
و بعد محتوا و معناش دقت کنیم. لذاست که باید معلمی باشه تا این روایات را درست برای ما آموزش بده. به همین جهت است که ما میگیم قرآن را زمانی ما میفهمیم که معلمان قرآن برای ما تفسیر کنن. حتی سخنان پیامبر را هم باید بزرگانی مثل اهل بیت ایشان برای ما معنا بکنن. انشاءالله ادامه سوالات را در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.